داستان ترسناک یک کتاب عجیب. یک مرد تنهای میانسال که به خوبی و خوشی در خانه زندگی میکرد، یک روز بعد از ظهر مثل هر روز از سر کار به خانهش میرفت که یک مرتبه یک کتاب تقریبا 20 برگ جلوی در خانه پیدا کرد. مرد سواد درست حسابی نداشت و فقط کلمات ساده را میتوانست بخواند، اما وسوسه می شود که کتاب را بردارد. وقتی کتاب را باز می کند و نوشته‌هایی را می بیند که به زبان فارسی نیستند و نمی تواند آنها را بخواند، حد می زند که قرآن است و گناه دارد که روی زمین باشد. پس آن را به خانهش می برد. وقتی توی خانه دوباره کتاب را باز می کند، یک صفحه می آید که بزرگ نوشته برگردان. مرد کتاب رو میبنده، فکر میکنه خیالاتی شده یا شاید چون داره پیر میشه چشماش ضعیف شده. سپس چون انگشتاش رو لای کتاب گذاشته و همون صفحه رو نگه داشته بود، دوباره همون صفحه که کلمه برگردون توی اون نوشته شده بود میبینه که هنوز هست. رنگ نوشته قرمز شده و به علاوه یه تار موی دراز هم در همون صفحه وجود داره. مرد که کم کم داره میترسه به تارمو دست نمیزنه و به صفحه بعدی که میره میبینه که نوشته تارموی منو از این کتاب دور کن، دور کن. مرد میانسال کتاب رو روی تلویزیون میذاره و میگه این دیگه چه مسخره بازیه. بعد با خودش میگه شاید به خاطر خستگی کاره یا به خاطر سوزش چشمامه، بهتر برم بخوابم. مرد میخوابه، بلند که میشه میبینه که هوا در حال تاریک شدنه. میره دست و صورتشو میشوره و وضو میگیره تا نماز مغرب و عشا رو بخونه. وقتی از اتاق خواب به حال میاد، یه نگاه هم به در حال میندازه و یهو میبینه که در ورودی ساختمون بازه و یه زن با یه چادر سفید و پاک جلوی در حال ایستاده و تکون نمیخوره. مرد جلوتر میره و میگه خانم شما اینجا چیکار میکنید؟ شما کی هستید؟ زن هیچ جوابی نمیده. مرد هر چیز دیگه‌ای که میگه، هر اهن و اهونی میکنه و هر کاری میکنه، زن نمیره و عکس العملی نشون نمیده. با خودش میگه چیکار کنم خدایا؟ اگه پلیس زنگ بزنم همه همسایه‌ها و اهل محل حرف در میان و هزار جور حرف حدیث پشت سرم میگن و میگن این زن چرا تو خونه این همه آدم تو خونه اون رفته؟ من که کاری به کارش ندارم، اونم یه زنه، چیکار میتونه بکنه؟ اصلا شاید جا و پناهی نداره، اومده امشب رو تو خونه من بگذرونه و خجالت کشید داخل خونه بشه. پس جلوی در حال وایستاده. بعد در ساختمون رو میبنده و قفل میکنه و هرچه به زن میگه حداقل بیا روی ما بشین، زن هیچ توجهی نمیکنه. مرد هم نمازشو میخونه، شام میخوره و نوبت به خواب میرسه. میره که بخوابه، چراغ‌ها رو خاموش می‌کنه، بعد نصف بدنش رو زیر پتو می‌کنه. چشاش بازه و خوابش نمی‌بره. همینطوری که چشاش بازه می‌بینه که سایه تاریک نزدیکش میشه و متوجه میشه که همون زن جلوی دره. زن چادرش یه گوشه پرت می‌کنه و موهای دراز و زرد و ژولیده با یه لباس پاره پاره و با چشمهای قرمز و صورت سوخته به مرد نگاه میکنه. زن ناگهان روی سر مرد میپره و به شدت گلوی مرد رو فشار میده و میگه بهت گفتم کتاب رو برگردونی سر جاش، تو گوش نکردی. بهت گفتم تار مو رو از کتاب دور کن ولی تو اعتنایی نکردی. اصلا چرا کتابو برداشتی؟ دوست من اونجا خودشو آتیش زده و این کتاب باید اونجا باشه.
فردا اول وقت کتاب رو برمیگردونی سر جاش و تار موی منو از اون کتاب دور میکنی. مرد که در حال خفه شدنه به نشونه تایید سرشو پایین میاره و زنم گردنشو ول میکنه. زن در حال رفتنه که مرد از پشت سرش میگه اصلا این موضوع که برای تو اینقدر مهمه چرا خودت کتابو نمیبری و تار مورا از کتاب دور نمی کنی؟ زن سریع بر می گرده و در حالی که چشمای قرمزش در حال جوشیدنه می گه من توانایی نزدیک شدن به اون کتاب رو ندارم احمق، و چادرش رو بر می داره و میره. مرد نگاهش پاهای زن که می افته می بینه که پا نیست و سم خره. زن به در ساختمون که می رسه مرد می گه در قفله، صبر کن. من یه مرتبه میبینه که زن از در رد میشه. مرد حیرت زده میمونه و با ترس و لرز میخوابه. فردا صبح اول وقت همون کارهایی که زن گفته بود و انجام داد و به زندگی آروم و سابقش دست پیدا کرد و از این بابت خیلی خوشحاله و بعد به حال کسی که غافلانه اون کتابو برداره.